بسم الله الرحمن الرحیم. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا فمن کان غنیا فلیستغفر فمن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. برای روشن شدن محتوای این سوره لازم بود که فضای جاهلی در اصل نزول این کریمه مشخص بشود. گرچه این حکم برای همه سور قرآنی است، ولی سوره نساء خصیصه ای دارد که به احکام ایتام و احکام زنها درباره مستضعفین برنامه‌های خاص دارد. اگر روشن بشود که جاهلیت با زنها، با ایتام، با کودکان، با محرومین و مستضعفین چه می کردن، اونگاه نطاق این سوره به خوبی باز خواهد شد. هنوز فصل دوم از فصولی که در ذیل این مقطع از سوره نساء مطرح است به پایان نرسید. در فصل اول تا حدود نظام مالی از نظر قرآن کریم مشخص شد. در فصل دوم بررسی اوضاع جهان در عصر نزول قرآن کریم از نظر قرآن و نهج البلاغه بود، چون بحث‌های تاریخی به عهده خود تاریخ است و مبسوط هم هست. اون مقداری که قرآن کریم و نهج البلاغه جهان قبل از وحی را ترسیم می کند، اون مقدار مطرح است. مطلب دیگر آن است که همون دلیلی که برای نبوت عام مطرح است، همون دلیل برای بیان اوضاع مردم قبل از انبیا عموماً و قبل از وجود مبارک خاتم علیه السلام خصوصاً مطرح است. یعنی بررسی اوضاع نشان می‌دهد که جامعه به رذایل اخلاقی آلوده بود، یک، و منشأ همه این رذایل شرک و بت‌پرستی بود، دو، و عقل و استدلال مردم در این حال که لازم است کافی نیست، سه، اون رذایل اخلاقی چهره این برهانهای عقلی را هم پوشونده، چهار، در این مقطع وحی ضروری است. یعنی در عصری که مردم به فساد مبتلا هستند، یک، و ریشه همه فسادها هم شرک است، دو، عقل مردم هم در اثر آلودگی به رذایل اخلاقی اون بینش را از دست داد، سه، اگر هم عقل بینش خود را داشته باشد به تنهایی کافی نیست گرچه وجودش لازم است، چهار، این امور چهارگانه در قبل از رسالت هر پیغمبر و همچنین قبل از رسالت وجود مبارک پیغمبر علیه السلام هست. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه که بعضی از خطبه های حضرت تبیین شد، اوضاع مردم را در همین چهار محور تشریح میکنه که مردم به فساد مبتلا بودند، رذایل اخلاقی داشتند و مهمترین عامل ابتلای مردم به رذایل اخلاقی همون شرک است. چه اینکه مهمترین عامل برخورداری مردم از فضائل اخلاقی توحید است. توحید تنها محور است برای فضائل که اگر او را بردارن هیچ فضیلتی زامن اجرا ندارد. شرک تنها محور است برای رذایل که اگر او نباشد هرگز معصیتی در عالم نیست. تمام معاصی به شرک برمیگرده و تمام طاعات به توحید برمیگرده و رذایل اخلاقی واقعا جلوی بینش عقل را میگیرد.
یعنی انسان وقتی به چیزی دل بست و نسبت به چیز مقابل کینه توز شد، محبت اون باطل و عداوت حق جلوی تشخیص را میگیرد. این حب و کشه یعمی و یسم یک امر تجربی است، چه اینکه بغض و کشه یعمی و یسم هم به امر تجربی است. انسان هم در خود مییابد هم در دیگران سراغ دارد که در حال شدت علاقه از تشخیص نقطه ضعف ها عاجزند، یا در شدت خشم از تشخیص نقطه قوت ها عاجزند. هم علاقه انسان را کور و کر می کند، هم عداوت انسان را کور و کر می کند. اگر جامعه به یک سلسله اوصاف دل بست، از زشتی های اون اوصاف بی خبر است و از نقطه قوت های مقابل اون اوصاف هم ناآگاه. لذا بخش دیگری از خطبه های نهج البلاغه خونده می شود تا هم معلوم بشود که عصر هر پیغمبری قبل از نزول او در چه حالت بود، و هم معلوم بشود که عصر پیغمبر اسلام علیه السلام و علیه السلام قبل از بعثت اون حضرت در چه حالت بود. خلاصه مسئله نبوت عامه و نبوت خاصه در این قسمت همسانه. در خطبه اول از خطبه های نهج البلاغه وقتی به جریان انبیا میرسد میفرماید به این که واستف الله سبحانه و تعالی من ولده انبیاء، یعنی از فرزندان آدم، انبیاء اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم و جهلوا حقه. اکثری مردم روزگار عهد الهی را تبدیل کردن. این علم اعهد الیکم یا بنی آدم مال همه انسان هاست در همه تاریخ. فجهلوا حقه و حق خدا را جهالت ورزیدن و اتخذوا الانداد معهم، انداد و اشراکی برای خدا گرفتن، شریک گرفتن. وجتالت هم و شیاطین و عن معرفته، شیطان اینها را به جولونگاه برد و با تجول و تلاش و کوشش اینها را از معرفت حق باز داشت. و اقتطعت هم عن عبادته فبعث فیهم رسله و باطر ایدهم انبیاءه لیستعدوه میثاق فطرته و یذکروه منسی نعمته و یحتج علیهم بالتبلیغ و یسیر لهم دفائن العقول. تا پایان این بخش از خطبه. بخش دیگرش در همین خطبه نوبت به وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسد. همود الی ان بعث الله سبحانه و تعالی محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لإنجاز عدته بإتمام نبوته مأخوذا على النبيين ميثاقه مشهورة سماته كريما ميلاده وأهل الأرض يومئذ ملل متفرغة وأهواء منتشرة وتوائف أو ترائغ متشتتة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره. مردم يا أصلا ملحد بودن یا مشرک بودن، حالا یا سنوی بودن یا وثنی بودن، یا قائل به یزدان و اهرمن بودن، یا قائل به نور و ظلمت بودن، یا قائل به ارباب متفرق بودن، یا ملحد، بالاخره دارای آراء گوناگون بودن. به وجود اون باره که پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنام در این مقطع مبعوث شد. فهداهم بهی من الظلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. این دوتا نقص را که یکی نقص فرهنگ علمی و یکی هم نقص تمدن عملی، یکی زلالت به گمراهی، یکی جهالت و بیسوادی، اینها را برداشت. در زیارت اربعین سالار شهیدان سلام الله علیه هم همین مضمون آمده. در زیارت اربعین آمده است که و بذل مهجته فی کل دستنقل عباده که منال جهالت و هیئت دلاله.
جان خود را و پاره تن خود و خون جگر خود را داد تا مردم را از این دو رذیلت برهاند، یکی از جهالت برهاند، یکی هم تحیر زلالت و حیرت زلالت نجات بدهد. همین دو صفتی که در خطبه اول نهج البلاغه برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاد شده است، همین دو صفت در زیارت اربعین برای حسین ابن علی علیه السلام که طبق بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فمت حسینون منی و انا من حسین اونجا هم یاد شده است. خلاصه امام هم بعد از رسول خدا جای او نشسته است و همون کار را انجام می دهد. مردم را از جهالت و زلالت نجات می دهد. عالم و عاقل و عادل می کند. چون جاهلن نمی دانند. چون در زلالتن راه را طی نمی کند. این دو وصف آمده است. و انقذ هم به مکانهی من الجهالت. بله. چرا؟ اون اگر کسی مؤمن باشد، اگر کسی مؤمن باشد و دست به گناه بزند، پایان این گناه سر از شرک در می آورد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا. لکن همون روایات به برکت آیات که تحلیل می شود بازدهش این است که اگر کسی مؤمن بود و ایمانش کامل بود دست به گناه نمی زند، و اگر ایمانش ضعیف بود از همون نقطه ضعفش که ایمان اون نقطه را روشن نکرده قهرن شرک اونجا را تاریک کرده، گناه از همون جای تاریک شرک برمیخیزد. وقتی گناه از جای تاریک شرک برخاست، کم کم جای روشن را هم تیره میکند. پایان تبهکاران کفر است. این که فرمود لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا مقتاب و هو مؤمن، رو همین تحلیل است. هیچ کسی در هیچ مرحله گناه نمی کند مگر که در اون مرحله خدا را فراموش کرده است. یعنی گناه از موحد نشأت نمی گیرد. بله. این برای استیعاب کفر است، برابر همون آیه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا، که اگر این ان کذبوا را عاقبت بگیریم نه تعلیل، چون دو وجه در این آیه است. ولی برابر روایاتی که میگوید هیچ کسی گناه نمی کند مگر اینکه در اون حال گناه مؤمن نیست، این شاهد بحث است. نه، این علت گناه است. لا یزن زانی و هو مؤمن، چون مؤمن است اگر مؤمن بود این کار را نمی کرد. چون در این نقطه کار ایمان ندارد، گرچه در نقاط دیگر مؤمن است، دست به این کار می زند. هر چه هست یا حرص یا حسد، همه این رذایل اخلاقی به نفی ایمان برمیگردد. از یک نقطه بالاخره شخص باید گناه را شروع بکند. اون نقطه نقطه تاریک است. نفسانیش هم شرک است دیگر. نفسانیش وقتی که شهوت و غضب بود و در شهوت و غضب ایمان نتابید که اونها را تعدیل بکند، این شهوت و غضب رهاست. چون رهاست دست به هر کاری میزند. اگر ایمان اون شهوت و غضب را تنظیم و تعدیل میشد، او آرام بود. چون در اون نقطه ایمان نیست، شهوت و غضب رهاست. وقتی رها شد دست به هر کاری میزند. در خطبه چهارم، پس در همون خصمه اول، کل انبیا را به طور عموم، بعد جریان از رسول علیه السلام را به طور خصوص مشخص فرمود که اثر هر پیامبری قبل از بعثت او جاهلیت شرک. در خصمه چهارم هم جریان هست موسی را بازگو میکند، همین اصل کلی آمده.
در پایان خطبه چهارم این است که ما شککتو فی الحق مز اوریتوهو، از اون لحظه که حق را به من ارائه داده اند من در حق شک نکردم. اونگاه جای این سوال هست که اگر شما شک نکردید انبیا هم نباید شک بکنن، پس چرا موسی کلیم در اون میدان مسابقه ترسید؟ و این رو به عنوان جواب سوال مقدر ذکر میکنن. میفرماید به اینکه ما شکک تو فی الحق مز اوریتوهو، لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسه. موسی کلیم در اون صحنه مسابقه که همه اونها عصاها و تنابها را انداختن و جاؤوا بسحر قدیم که یخیلوا الیه من سحرهم انها تسعا، جاؤوا بسحر قدیم، موسی ترسید. خب اگر چنون چه جزم داشته باشد به این که اینها باطلند و او برحق است، جا برای ترس نیست. پس چرا ترسی؟ پس چرا این ترسش ناشی از شک اسم آزد؟ حضرت فما ترس موسی برای خودش نبود. موسی کلیم از این جهت ترسی. فرمود خب الان اینها این میدان مسابقه را پر از مار کردن که من اسیهم و سحا و حبالهم، از عصاها و از حبرها و تنابهای اینها این میدان مسابقه رو پر مار کردن، همه تماشاچی ها اطراف میدان ایستاده یا نشستن ببینن یه مارهای فراوانی رو حرکت میکنه، منم اگر عصا رو بندازم یه ماری بر مارهای دیگر افزوده بشود، تازه اونها میگوین اینم مثل اونهاست. وقت اگر نتوانم بین معجزه من و سحر ساحران تشخیص بدن، اونگاه چه کنیم؟ اینا که اون قدرت را ندارن تشخیص بدن که سحر چیست و معجزه چیست. این بود که از تعمیر فرمود بین که لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسه بل اشفق من غلبت جهال و دول ضلال. این ترسید که مبادا جهالت و ضلالت که در دستگاه فرعون رواج داشت بر عقل و علم پیروز بشود. پس اون چه که در اون عصر رواج داشت جهالت و ضلالت بود و اون چرا که موسی کریم علیه السلام آورد علم و عدل بود و علم و عقل بود، و می ترسید که مردم در اثر تشخیص ندادن بین سحر و معجزه به دام جهالت و ضلالت آل فرعون بیفتند. بل اشفق من قلبت الجهال و دول الضلال. بله نه، این برای مسابقه است. در احتجاج ها و تحدی های اولیه مکرر با خود فرعون و درباریان فرعون به میون گذاشت و اونها بینات او را دیدن. موسی فرمود که اگر من دلیل بیاورم باز اعتراض داری؟ و فعت به این کنت من از صادقی، اونم فعلقا اصاف اعداه یا توبان و مبین. این علا بینات من رب بود، فرمود من علا بینات من ربم. اما اگر چنین چه کار در همین حد باشد، موسی کلیم فرمود من این عصا را می اندازم به اذن خدا اژدها می شود، ثعبان و ممید می شود بشد، و مطمئن بود که کار او حق است و کار دیگران باطل، اینها را جزم داشت. اما مردم هم آیا می توانند بین حق و باطل تشخیص بدهند یا نه، این دیگه در اختیار موسی کلیم نیست. اگر چنون چه یک سامری بیاید از یک گوساله مجسمه گوسالی صدا در بیاورد و یه عده خرافات پرستن به دنبالش راه بیفتن، این جهل مردم را که دیگر پیغمبر نمیتواند علاج بکند. پیغمبر تا اونجا که ممکن است باید استدلال کند، معجزه بیاورد به مانندان. حالا اگر کسی بین سحر و معجزه نتوانست تشخیص بدهد، اونگاه با چه کند؟ خود موسی کلیم اونقدر مطمئن بود که کار او شکست ناپذیر است و معجزه است که فرمود یه میدان عمومی، اونم روز تعطیل، این دوتا پیشنهاد را داد.
آل فرعون گفتن که این سحر است، ما به همه ساحران میگوییم بیاید، همود بیاید و قرارداد ما همین باشه، یه میدان عمومی، اونم روز تعطیل که همه باشن، چون ما حراسی نداریم. این نشانه جزم موسی کلیم بود به حقانیت خودش. اون امتحان نبود، این بحثان مکرر گذشت. اون اولین باری که تازه موسی کریم در طور نمیدانست میخواست بخواه پیغمبر بشود، همون اولین بار که عصا را انداخت دید مار شد، برای اولین بار بود، این تازه را پیغمبر میشود. اینجا ذات اقدس اله فرمود که خذها ولا تخف سنعیدها سیرت الاولا، بعد دیگه عادی شد برای موسی. این حرفا که چندین بار گذشت دیگه علیه. اون چی که موسی کلیم فرمود این بود که در میدان عمومی روز تعطیل، ما یه حرف پنهانی نداریم، ما چشم بندی که نمی کنیم که. فرمود موعدکم یوم الزینت و ان یحشر الناس ضحا، این دو هست، همه باشن، یه روز تعطیل، یه روزی که جشن است، وسط هفته نباشه مثلا، یه روزی که همه فراغت داشته باشن، اون هم نه اول صبح که بعضیا خوابن، نه آخر روز که بعضیا خستن، وسط روز ساعت ده، ضحا ساعت ده است، این وقت رو میگن ضحا. پس وسط روز، نه اول روز نه آخر روز، یه روز تعطیل، اونم تعطیل عمومی، یه میدان باز. این میعاد موسی کلیم بود. اون چی که به خود حضرت برمیگشت با زیر سقاط این عرفا رو گفته، روز تعطیل باشه، وسط روز باشه، میدان وسیع هم باشه، همه مردم بیان، یوم الزینه و ان یحشر الناس اما زحن، این سقه. پس معلوم میشود او 100% جزم داشت که حق میگوید، اما فهم مردم به دست کسی نیست. اینجا بود که ذات اقدس اله فرمود که تو چون حد اکثر تلاش رو کردی، ما کاری میکنیم که گذشته از این که معجزه تو ظهور کند، سحر اونها هم باطل بشه و دو تا معجزه نشون میدیم. یکی این که عصا میشود اژدها، و واقعا میشود اژدها، نه سحر و اعیون الناس و سترهبوهم، سحر در چشم باشد، نه این چه نیست، ما سیرت او، واقعیت او و جوهر او را اجده هم، این واقعی، این سحر، این معجزه. یکی این که باطل و سحر درست میکنیم، سحر اونا را هم باطل میکنیم، یعنی به قدری معجزه را عوام فهم میکنیم که هر عوامی هم بفهمه. اونوش دیگه تو نترس، آیه نازل شد به این که لا خاف تخف انک انت الاعلا. اون این لا تخفی که اینجاست یعنی تو بالاخره برنده ای، ما اینقدر مسئله رو عوام فهم میکنیم که همه بفهمن. اون لا تخفی که در کوه طور بود، چون برای اولین بار بود موسی کلیم عصا را انداخت به فرمان حق شده مار، چون هنوز سابقه نداشت، هنوز تلیعه نبوت اوست، فرمود بگیر نترس، با دستت بگیر که دیگه نترسی. بنابراین حضرت امیر می فهمد به این که جهالت و زلالت در مصر حاکم بود و موسی کریم علیه السلام از این حراس داشت، اشفق من غلبت الجهال و دول الزلال، این همون جهالت و زلالت که در خطبه اول بود، در زیارت اربعین بود، در همه اعصار جاهلی هست که پیامبران آمدن این دو بحث رو برد. نه لذا اطاعت کرد دیگر. فهم مردم، پیغمبرم قصه میخورد دیگر، حالا قصه خوردن برای این که جز قصه خوردن کاری از دست یک رهبر ساخته نیست، انسان که نمیتواند در پیروانش فهم ایجاد کند که. فرمود که لعلک باخ نفسی که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، در دو سه جای قرآن تموت تو داری جان میدی، خب نشد دیگر،
اون چه که به کار خود این هاست فبودن اینی علا بینت من ربی، سه تا پیشنهاد، یعنی سه تا غیر را در پیشنهاد موسی کلیم ببینید که نشانه آن است که او 100% جزم داشت به حقانیت خودش. یه آدمی که شک داشته باشد که نمیگه یه روز تعطیل میدان عمومی هنگام 10 روز که هیچ کسی عذر نداشته باشه. این نزه در خطبه 33 جریان جاهلیت را حضرت شمرد که این خطبه را قبلا خوندیم که در اون عصر هیچ کسی، یعنی غالبا اهل خوندن و نوشتن و وحی و امثال زارک نبودن، که لیس احد من العربه یقرأ کتابا ولا یدعی نبوتا و مانند اون، که این خطبه را قبلا خوندیم. همین مضمونی که در خطبه 33 هست در خطبه های دیگر هم باز همین مضمون هست، در خطبه 104 هم همین مضمون خطبه 33 هست که فرمود و لیس احد من العربه یقرأ کتابا ولا یدعی نبوتا ولا وحیا فقاتل بمن اطاعه من اصاح. در بخش های دیگری از خطبه 147 و همچنین 144 این چنین است. در خطبه 144 فرمود بعث الله رسله بما خصهم به من وحیه و جعلهم حجتا له على خلقه لئلا تجب الحجت لهم بترک الاعذار الیه. این ناظر به اون نکته است که منشأ همه اینها نداشتن وحی است، یعنی راهنما نداشتن. عقل به تنهایی کافی نیست، بر فرضم عقل آلوده نباشد باز به تنهایی کافی نیست. عقل یک حجت است، گوشه ایست از گوشه های حجت الهی، اما قسمت دیگر را وحی باید ترمیم بکند. این مضمون در سوره مبارکه نساء قسمت پایان این سوره آمده است. در اواخر سوره مبارکه نساء آیه 165 این چنین است، فرمود رسولاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. فرمود عقل بسیار چیز خوبی است، عقل لازم است، حجت خداست از درون، اما عقل کافی نیست، خیلی از چیزهاست که عقل نمی فهمد. و اگر وحی نباشد مردم در قیامت بر خدا حجت اقامه می کنن که چرا راهنما نفرستادی. اگر عقل به تنهایی کافی بود که حجت خدا تمام بود. در این آیه 165 فرمود به این که خدا انبیا را فرستاده تا مردم در قیامت احتجاج نکنن، منوش عقل کافی نیست دیگه. همین بیان که در آیه 165 سوره مبارکه احزاب هست در خطبه 144 نهج البلاغه هم آمده. فرمود به این که بعث الله رسله، این درباره انگیزه رسالت و نبوت عامه است، به ما خصهم بهی من وحیه و جعلهم، یعنی انبیا را، حجتا له علی خلقه لئلا تجب الحجت لهم به ترک الاعذار الیه، تا حجت مردم علالله ثابت نشود. اینو نتوان در قیامت بگوین چرا پیامبر نفرستادی. در پایان سوره طه یا مریم اونجا هم مشابه هست که تا مردم نتوانند در قیامت بگوین به این که لولا ارسلت الینا رسولا من قبلا نزل و نخزا. خب پس عقل در این حال که لازم است کافی نیست و نبود وحی این مشکلات را به همراه دارد. مسئله به بعدی آن است که در خطبه 150 این چنین آمده نهج البلاغه، فمود اخذ و یمینن به شمالن دعنن و تعنن فی مسالک الغی و ترکن لمزاه به رشد فلا تستعجلو ما هو کائر مرسد ولا تستبتئو ما یجی او به القد، تا رسید به اینجا. فرمود به این که مردمی بودن که به گمراهی رفتن و در قبال مردانی بودن که جانشون را سیراب کردن از قدح حکمت و معرفت، کسانی که تجلا به تنزیل ابصارهم و یرما به تفسیر فی مسامعهم و یقبقبون کأس الحکمت بعد الصبوح، کسانی که به وسیله تنزیل الهی چشمای اینها روشن می شود، با تفسیر الهی در گوشهای اینها رم می شود، معارف به گوششون می رسد و اون کاسه حکمت را صبح و شام می چشند.
یقبقبون بالحکمت بعد از صبوح، یعنی صبح و شام بعد از صبوح که همون مساء است، این کأس را به سر میکشن تا اینکه به جایی میرسد که این گونه از افراد لم یمن علی الله بالصبر و لم یستعدموا بذل انفسهم فی الحرب، تا اونجا که ممکن بود مقاومت کردن به دین خدا را یاری کرد. بعد فرمود الان که پیامبر رحلت کرده است، این خطر هست که حتی اذا قبض الله رسوله علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام رجع قوبون علی الاعقاب و قاولت هم السبول و تکلو علی الولائج، ولیجه ها، خدیه ها، مکر ها به اینا تکی کردن و وصل و غیر الرحم و هجر و سبب الذی امرو به مودته و نقل البناء عن رس اساسهی فبنوهو فی غیر موضعه، اس اسلام را از جا کندن در جای دیگر، مثل درختی رو که تازه رشد بکنه انسان این رو از جا بکنه جای دیگه غرس بکنه، خب به زحمت میگیره و بود اینا اصل این بنا رو ریشکن کردن، پایکن کردن، میخوان جای دیگه بسازن. و نقل البناء عن رس اساسه فبنوه فی غیر موضعه، معادن کل خطیه و ابواب کل زار فی غمره، قد مارو فی الحیره و زهلو فی السکره علی سنت من آل فرعون. همون روش آل فرعون بعد از رحلت پیغمبر ظهور کرده است. من منقطع الى دنیا راکنن او مفارق للدین مباینن، که البته اینها همه بحثای حوزوی نیست، بلاخره خطرهای روزم هست که مبادا خدای ناکرده انسان به همین روز مبتلا بشود. یعنی پیامبری آمد و جاهلیت رو برطرف کرد و درختی رو کاشت و بعد رحلت کرد و بعدش هم به صورتهای دیگه در آمد. این هیچ جای نگرانی و مثلا احتمال خلاف نیست، مگر میشود؟ نه، قوی تر از این شده است که حالا آدم بگوید که انقلاب اسلامی مگر آسیب میبینه؟ اگر خدا نخواهد و ما به جهالت و ضلالت بیفتیم، بله، چون قوی تر از این به خطر افتاد. حالا هر کس در هر کاری انجام وظیفه کرد، توبه له به حسن به آب، مبادا خدا نکرده این کارها، نه اون کسی که به جایی رسید چیزی به دست آورد، نه اون کسی که به جایی نرسید حالا یا رأی نیاورد چیزی از دست او رفت. اینا باید آدم مواظب باشه که خدا نکرده به همین سرنوشت تلخ مبتلا نشه، چون قوی تر از امام حرفای قوی تر از امام را آورده و طولی نکشید که اوضاع عوض شد. این خطبه ها واقعا نورانی است، یعنی همه سخنان نورانی است، اما یه چیزی که زبان دارد و حرف تازه و حرف روز است به انسان رو آگاه میکند، من باید بیشتر با اینها معروف باشه. ما خدمت زیادی از بزرگان درس خوندیم، اما ندیدم کسی همونطوری که قرآن رو میبوسه نهج البلاغه رو ببوسه و مثلا کتاب رو دستش میدن، مگر سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله، وقتی که نهج البلاغه چیزی کتاب حدیث معمولا همونطور میبوسید و میداد به کسی یا میبوسید و میگرفت. این شیفته روایات بود بالاخره، چون دید اینها مبین حقیقی قرآن نور میدن. ما برای ما مثلا رسم نیست حالا کافی رو ببوسیم، نهج البلاغه رو ببوسیم، فقط قرآن رو میبوسیم، اما این بزرگوار اینجور بود، ما از غیرشون ندیدیم. حالا یه حال میبینید این حرف خیلی حرف نو و حرف تازه است و حرف روزه، که مبادا حالا یک کسی به سمتی رسید خیال بکنه چیزی گیر او آمده، حالا یک کسی رأی نیاورد خیال بکنه چیزی را از دست داده، یا ایمان او قوی تره یا ایمان این ضعیف تره. این چنین نیست، که مبادا اینها باعث بشه خدا نکرده اختلافی، مشکلی، کمکاری، کوته نظری بشه، این خطر در پیش است. در اون بحث‌های تحلیلی در اون روز به عرضتون رسید که حضرت فرمود که بنی اسماعیل، بنی اسحاق، بنی اسرائیل اینا قبلا پیغمبرزاده بودن، حکام بودن، بعد شدن یه مش گدا، بعد پیغمبر آمد اینا رو آبرو داد، حالتن مساکین، فرمود این پیغمبرزاده به گدایی افتادن دیگه. این روحانیت بود که زمان مرحوم میرزای شیرازی، ما از قبلش که خبر تفصیلی به اونچنان یا محل بحث نیست یا نداریم، مرحوم میرزا که آمد به روحانیت و فخر داد، روحانی حاکم شد، حکومت اسلامی داشت، بعد کم کم در اثر کشف خلاف‌ها و ترک اولاها و امثال زاده، از یک سوی آمدن رضاخان پلید، از سوی دیگر این مدرسه فیزیه شده انبار دیگر. حالا هر کدوم در شهرتون از معمرین اون شهر بپرسید، مساجد رسمی شده انبار. در شمال که اینطور بود، انبار کنف و شالی میشد مسجد جامع و مساجد دیگر.
اینجا این مرسه پیزیه این کسبه اطراف حرم اون جعب خالی ها رو میذاشتن دیگه، مگه انبار به چی میگن؟ و انبار شد دیگه، مرسه پیزیه کنار حرم. بعد هم یه دی به گدایی افتادن. بعد خدا این سید اولاد پیغمبر پسر پیغمبر رو مبعوث کرد و عظمتی داد به دین، به اسلام، به مسلمین، به روحانی. بنده خودم یادم از یه روزی بعد از قائله فیضیه و صفایه میشستیم، سوار اتوبوس شدم از که بیایم اینجا حرم و اطراف حرم برای بحث، ما را از اتوبوس پیاده کرده. خب مگر گدایی و ننگ چیه؟ مگر ذلت غیر از اینه که زور بعد ارینه ذلت و البسکنه؟ هیچ یهودی یا کلمی رو اون روز از اتوبوس پیاده نمی‌کرد، حالا یه تاکسی یا چیزی دیگر که حساب دیگر داشت. یه حق ابتدایی ترین حق هر یه شهروند ایرانی بود، اون روز ما را از اتوبوس پیاده کرد. حالا اگر خدای ناکرد آدم حق شناسی نکنه، وظیفه شناسی نکنه، برای هیچی خدای ناکرد زبانش و قلمش و گفتارش و مواظب نباشه، این جلالت و جمالی که خدا نصیب اسلام و مسلمین روحانیت و حوزه های علمیه کرده است، خدای ناکرد از دست آدم میره. حضرت فرمود به این که این پیغمبرزاده ها حکام و ملوک بودن، بعد شدن یه مش گدا قاولتن مساکین، بعد به وسیله دین احیا شدن، الان دوباره ممکنه باز به گدایی بیفتن؟ این هر حرف تازه و حرف روز خلاصه. فرمود این رو مواظب باشید که سنت آل فرعون ظهور نکن. در خطبه دیگر، خطبه 191، این هم آمده است که من شهادت میدهم که ذات اقدس اله رسول خدا علیه الله و تعالی سرار مبوس کرد و ناسو یضربون فی قمره یموجون فی حیره قد قادتم عزمت الحین، حین یعنی هلاک، افسار مرگ و هلاکت به گردن اینا بود. و استغلقت على افئدتهم اقفال الرین، قفل چرک رو دلای اینا بود. همینا رو پیغمبر شستشو کرد. حالا دوباره شما دارید بر میگردید، فرمود طولی نکشید که دارن بر میگردن، همون خطرها هست. حالا نرسیم به بحثای بعدی. الحمدلله.